گفتم چرا قلبم دگر بر تار زلفت گیر نیست، با غم نگاهم کرد و گفت خود کرده را تدبیر نیست. گفتم آقا دورت بگردم، گفتم مرا زنجیر کن، فراریم از درگت. چی گفت؟ گفتا اگر نوکر شوی کاریت با زنجیر نیست. اینو گوش کن. گفتم ز پا افتادم، گفتم ز پا افتادم، دیر است آیم سوی تو. گفتا که یا زهرا بگو ای بند هرگز دیر. این یه خط تو بخونم، روزه بخونم. گفتم یعنی میشه یه بار جواب منو همینجوری بدی؟ آقا گفتم ببین هم روسیانم پر گناه آلودم. بذار اینجوری بگم. گفتم که دیگر گویا افتادم از چشم تو. ها چند بار این حرف رو به خودمون زدیم؟ ها میگم دیگه به من نگاه نمی کنه، یه وقت میبینی دوباره وسط روزت نشستم. گفتم که دیگر گویا افتادم از چشم تو، با غم نگاهم کرد و گفت مهدی ز نوکر سیر نیست. آی جون اگه دوستمون نداشت نمیذاشت بیایم برا مادر عباس آه بکشیم. هر جا دیدی هر کی دهه میگیره میگه شب آخر روزه زهرا بخون، فاطمه باید سفره رو جمع کنه. من قربون اون خانومی برم که سفره فاطمیه رو اون باید جمع کنه. یا مولوی هر چی گریه کردین روزه بخونیم. منم بانوی آقای مدینه. مولوی میگه من تو اتاق نشسته بودم، خواهرای امیرالمومنین اومدن خواستگاری من، دیدم مادرم گفت برازنده برادر شما یه خانوم بود تو کل خلقت، اونم بین در و دیوار کشتنش. ما دختر نداریم برای همسری علی، اگه کنیز برای بچه‌هاش میخواین بیاین دختر ما رو ببرن. منم بانوی آقای مدینه، پس از صدیق زهرای مدینه، که می گفتم به زنهای مدینه حدیث درد و غمهای مدینه، من و رنج و
مصیبت ها کشیدن شنیدن کی بود مانند دیدن حرفامو گذاشتم چه خوش بود ای مدینه روزگار خدای مدیون اول فرض هستیم ولی بذار برای مادرش جبران کنیم چه خوش بود ای مدینه روزگارم شنیدم از پدر شد بخت یارم امیرالمؤمنین شد خواستگارم به قربانش همه ایل و تبارم نمیشد باورم این برگزیدن شنیدن کی بود مانن خدا را شاکرم الحمدلله که چی علی شد شوهرم الحمدلله منو شاه حرم الحمدلله کنیز حیدرم الحمدلله از او فرمان